درود دوستان و عزیزان، در خدمتون هستم برای فال روزانتون. امیدوارم در هر کجایی که هستین حال دلتون خوبه خوبه خوب باشه. عزیزان دل، من مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین. خیلی خوش آمدین، یاران صفا آوردین و من مثل همیشه سپاسگزار و قدرشناس تک تک زحمات شما یاران هستم. ببینیم چه خبر از سر انرژی ها. من اولین کارتایی رو که برای شما میکشم ببینیم با هم دیگه چه کارتایی هستن. خب اولین کارت برای شما حرف از خوشبینی میزنه دوستان. اوکی، خوشبین هستیم اینجا. و ما ببینیم که کارت های دیگر رو با هم دیگه. خوشبینی خیلی خوب هستش، مثبت اندیشی خیلی خوب هست دوستان. یعنی اینکه وقتی که اینجا خوشبین هستم، نه اینکه همونجور که توی کانالم هم گذاشته، نه اینکه همه چیز شاد و خوشحال و از در و دیوار داره گل و بلبل میریزه، ولی اینکه در یک شرایط سختی هم که هستم امید بر این دارم که چی بشه که شرایط بهتری برای من اتفاق بیفته. حالا کی اتفاق میفته؟ یک سریامون اینقدر عجله داریم که میخوایم جای خدا بشینیم و کائنات کار کنیم که دلمون میخواد فردا پس فردا اتفاق بیفته. هر چیزی زمان خودشو داره. هر چقدر که ما بی‌صبرانه منتظر مسئله باشیم، متاسفانه زمان رخ دادنش خیلی دیرتر خواهد بود. برای همه بهتون میگم انرژی انتظار از خودتون دور کنید و همچنین خودتون رو رها کنید دوستان. خب بریم ببینیم کارت بعد. یک کارت در مورد دیگران هست. حالا یا این انرژی دیگران هست در مورد شما به صورت متوسط، انرژی شخص خاصی هست یا انرژی خودتون هست. ببینید کدوم رو میخواین نگاه کنین. اگر دلتون میخواد همین الان روی ایس بذارین، ببینیم برای کی میخواین نگاه کنین. خب اینجا دیگران در ارتباط با شما یه مقدار گمانگیجان و دیگه ببینید دست کشیدن. یعنی میگه خسته هستن به خاطری که هیچ راه چاره‌ای رو شاید در ارتباط با شما نمیبینن. خب ببینیم که کارتای دیگر رو، یا اینکه دیگران داریم میپیچونین سر به سرشون رو میذارین و اینکه اینجا میبینه هستش. خب کارت بعدی دوستان عزیز، ببینیم چه کارتی هست. آبابام، نه اینا رو جمع میکنیم. ببینیم کارتای بعدی رو. خب کارت بعدی دوستان ببینیم که چی بهتون میگه. کارت بعدی عزیزان دل، اینجا حرف از چه چیزی میزنه؟ حرف از این میزنه که خوشحال هستین، خوشبین هستین در ارتباط با مسئله‌ای که شاید منتظر جوابی هستین، منتظرش هستین، یک مسئله‌ای که شاید سر ازش حتی در نمیارین. در ارتباط خانه، خانواده خودتون هم ممکن هست باشه. اینجا دارم میبینم عزیزان دل، حس ششم شما بسیار قوی هست. ممکن هستش که مقداری از این خوشبینی شما مربوط به اون چشم سومتون، حس ششمتون باشه که به شما پیام میده که همه چیز داره خوب و قشنگ و درست همون جوری که باید داره پیش میره. خب از حضرت سیمبولون علیه السلام استفاده میکنیم. بریم ببینیم چه خبر از سر انرژیاش. انگیزه شما دارم میبینم دوستان عزیز، شور و اشتیاقتون رو دارم میبینم، مهربانیتون رو دارم میبینم. برای مهربانی که حالا شاید در مورد یک مسئله شما فکر میکنین مهربانی هستش که تو شکم یک مسئله میرین، مواظب باشین تو شکم کسی نرین. اینجا دو تا برج افتاده، یکی دو تا عنصر آتش مرداد و فروردین افتاده. دوستان عزیز توجه کنین، یک سریاتون عزیزان دل، من احساس میکنم که برای این مسئله خیلی شور و شوق دارین، خب و احساس قدرت دارین میکنین و میدونین که از پسش دارین برمیان. اون همون حس ششم شما هست که این حرفا رو دارم میرم داره بهتون میزنه. حالا مهربانی رو وقتی که میگم به خاطر که برج مرداد و برج فروردین معمولا افراد مهربانی هستن ولی با انرژی واقعا زیاد. خب کارت های بعدی رو با هم نگاه کنیم. کارت های بعدی بهتون چی میگن در ارتباط با همه این انرژی های گل و بلبلی. خب
عزیزان دل، یک سریاتون یک دوره‌ای داره تمام میشه. کارمایی رو به پایان رسوندین، دوره‌ای داره تمام میشه. وقتی که من تمیزکاری این حرف از تمیزکاری کارما میزنه، یعنی اینکه من همین که بخشیدم یک سری از مسائل توی زندگیم، خب بخشیدم ولی فراموش نکردم و الان ببینین اون کنتور رو روی صفر گذاشتم. یعنی که ببینین یک چیزی رو باید از اول شروع کنم. خب من کارمایی رو صفر میکنم ولی یک چیزی رو از اول شروع میکنم و پشت کارتا حرف از سپاسگزاری میزنه. من احساس میکنم که یک پرونده ای رو بستین، یک کاری رو به پایان رسوندین و الان خوشبینی شما از اون جهت میاد. ممکنه در ارتباط با مسائل خانوادگیتون باشه، در ارتباط با مسکنتون باشه، در ارتباط با مادرتون باشه، در ارتباط با مسئله یکی هستش که برای شما ببینین به یین شما بستگی داره. یین کارت ما همیشه کارت یین هستش. خب ببینیم کارت بعدی عزیزان، من یک کارت عدد شناسی براتون میکشم، ببینیم که در چه عدد شناسی شما تشریف دارید. خب از نظر عدد شناسی در عدد 22 هستی که میسازین و بزرگ میسازین. 22 آخرین عدد این دسته کارت ها هستن دوستان و اینکه تمام انرژی خودتون رو در جهت مسئله میذاریم. میسازم بیشتر و بیشتر، بزرگ و بزرگتر، پر از انرژی هستین. بی خود نیستش، مرداد و فروردین افتاده. انرژی کامل رو دارین دوستان عزیز که بخواین چیکار کنین، بخواین به زندگیتون، یعنی الان شاید استراتژی های مهم زندگیتون رو بخواین بنا کنین و به استعدادهای خودتون هم ایمان دارین. یعنی کاری رو بیگدار با آب نمیذارین و اگر اقدامی هم انجام میدین در هر جهتی که هستش درست هستش. من احساس میکنم که واقعا عزیزان دل، یک سریاتون سختی هایی رو پشت سر گذاشتین، دوست تا پرونده ها رو بستین و اینکه کارمای رو پاک کردین و الان یک دوره پیش روی شما هستش. دوره پاک، یک ورقه سفید هست که روش میتونین هر چیزی که دلتون بخواد بنویسین. خب ببینیم با هم از کارت های دیگه استفاده میکنم، ببینیم کارت های دیگه بهتون چی میگن عزیزان دل از در ارتباط با انرژی های شما. اولین انرژی به قول معروف اصلی که با شما همراهی میکنه چه انرژی هست؟ خب انرژی هستی که با تون همراهی میکنه، انرژی کسی که داره تفکر میکنه، متفکر هستش، فکر میکنه در مورد یک مسئله. پس تفکر شما اینجا هست، 4 و 4 میشه 8 دوستان. 8 همیشه کارت عدالت هستش، حرف از این میزنه که مسائل رو بنابر اساس واقعیت تصمیم میگیرم. باز هم عدالت توی کارت تاروت حرف از کارما هم میزنه دوستان. ببینید من میدونم که در دوره‌ای هستم که در این دوره دیگه نمیخوام اشتباه کنم. دقیقاً من متوجه هستم که هر کاری که بکنم بازتابش رو در همین دنیا خواهم دید اول. پس بنابراین هر کاری که میکنم اینور اونور آینه دست چپ و آینه دست راست را هم نگاه میکنم و با احتیاط جلو میرم. در ارتباط با انرژی مثبتی که بهتون به سمتتون میاد، یک سورپرایز، یک شانس بزرگی داره به سمتتون میاد. بسیار خوب. و اما چالش شما چه چیزی هست؟ به چه چیزی باید توجه کنین دوستان؟ به این توجه کنین که میگه که هر چیزی رو که میسازین درست بسازین، با اساس بسازین. بنابر انرژی هایی که من دارم اینجا میبینم، من فکر نمی کنم که شما یک مسئله رو بر اساس و پایه بخواین شروع کنیم. ببینید همیشه وقتی که مسئله رو ما شروع میکنیم توی زندگیمون دوستان عزیز، توجه کنید، ما همیشه چه شروع کنیم چه درون باشیم، وقتی که حس میکنیم یک مسئله یک جاش میلنگه، خب شما اونو حس میکنید. وای بر احوال دوستانی که چشم پوشی کنن از این بستن چشمشون روی این مسئله. شما وقتی که اصلا چشم خودتون ببندین و به اون مسئله فکر کنین، وقتی که در درون خودتون حس شما چه چیزی هست، اون همون جواب شما هست. خب شما میدونین که مثلا در ارتباط با شخصی من باید دنبالش بدوم ازش خبردار بشم و وقت برای من نداره، خب شما میدونین که یه جای ماجرا داره میلنگه. پس رها کنین، رها کنین. نمیگم که بزنین بکوبین داغون کنین، نه، خودتون رو بکشین کنار. ماشین شما وقتی که خرابه، شما با ماشین خراب ادامه نمیدین راه برین که تصادف داشته باشین، میزنین کنار. خب پس این گونه هستش در واقع در زندگیتون. یعنی وقتی که ما به این آلرتا، به این هشدارهایی که خودمون هم
برای ما محرز هستش و بهش توجه نمی کنیم، ادامه میدیم، میرسیم به سنای بالاتر و وای بر ما، زمان ما گذشت دوستان. خب و اما در ارتباط با توصیه کارت ها برای شما این هستش که از خاکستر خودتون در بیاین. بازم حرفا شروع میزنه، تقریبا یک همین دوتاشون یک همین کارت هستن. قلب خودتون رو باز بذارید، شروع دوباره داشته باشین، یک کان تکونی درونی باید انجام بدید. خب عزیزان ببینیم با هم دیگه کارت های دیگه در ارتباط با ابعاد مختلف زندگی شما به شما چه چیزی رو میگن و من از کارت های تاروت استفاده میکنم براتون. ببینیم که تاروت بهتون چی میگه. در ارتباط با مسائل احساسی اول نگاه میکنیم، بعد مسائل کاری، بعد مسائل مادی و بعد اینا رو من میپوشم. در ارتباط با مسائل احساسی شما چه خبره دوستان عزیز؟ حرف از این میزنه که خیلی یه سریاتون احساس تنهایی میکنه. ممکن استش که کسی از شما فاصله گرفته، ولی یه سری ها ممکنه خیلی وقت هست دوستان عزیز که مجرد هستن. اینجا دارم میبینم که دارین یه مقداری در روی خودتون باز میکنین، قدمی رو بر میدارین، یعنی که سرک میکشین که شاید از این تنهایی، از این خلوتی که درون هستین در بیاین. و حتی برای یک سری دیگه دوستان، شخصی که از شما فاصله گرفته دورا دور شما رو یه جورایی داره میپاد دوستان، و اینجا در موردش بله چشمتون رو دارم میبینم باز میکنن روی زندگی احساسیتون، خوب فکر میکنین، به جستجوی یک سری از سوالها در ارتباط با زندگی احساسیتون هستین. احتمال اینکه پیامی به دست شما برسه دوستان زیاد هست در مورد مسائل احساسیتون. اوکی ببینیم که این پیامو خیلی دارن، هی دارن میبینن بررسیش میکنه. در ارتباط با مسائل کاری شما دوستان عزیز، روشن سازی دارن، اینجا دارم میبینم یک مسئله، یک شروع دارم میبینم، شروعی هستش که دارم میبینم که در اون مکالماتی هست که برای شما موفقیت آمیز خواهد بود. یک مسئله روشن و خوب هستش اینجا. دارم میبینم که تلاش شما در دامنه کاری شما بسیار زیاد هستش و به یک موفقیت هایی دارین میرسین، به یک تعادل دارین میرسین، مذاکره و صحبت هم ممکن هست باشه در ارتباط با مسئله که شاید خیلی وقت هست با خودتون دارین هم میکنین و برای شما نارضایتی رو به بار آورده. بس دارم میبینم یک شروع میبینم در مورد یک مسئله دوستان عزیز که شما رو به یک تعادل میرسونه با زحمت، با تلاش، با گذشت زمان که تا حالا شاید برای شما دردناک بوده. در ارتباط با مسائل مادی شما حرکت میبینم، ممکنه حرف از بین الملل بزنه، ممکنه حرف از جا به جایی حتی بزنه و یا مسافرت بزنه دوستان، و اینجا دارم میبینم خوشحالی و خوشبختی اینجا براتون میبینم و اینجا دارم میبینم که به هر حال ادالت افتاده، همه چیز داره میزون میشه برای که شما دوستان عزیز اون حرکتی که باید در زندگی مادیتون انجام بدین انجام بدین، جا به جایی رو که باید انجام بدین، مسافرتی که میخواین برین برین و اینکه در اون تعادلی هم برقرار باشه. خب بسیار عالی، من این کارت ها رو میپوشونم با کارت های دیگه. از کارت های ببخشید پیسشیک استفاده میکنم، تاروت پیسشیک استفاده میکنم برای پوشاندن این کارت ها. در دامنه احساسی شما ببینیم چه خبر هستش. بله یک سریاتون واقعا دوستان عزیز خلاهایی در زندگی احساسیتون وجود داره، دلتون برای کسی ممکنه تنگ شده باشه و زندگی احساسی شما عزیزان دل دارم میبینم که اینجا آنچنان بر شما رضایت بخش نیست. همونطور که من بهتون گفتم ممکنه اخباری به گوشتون برسه، پیامی به سمتتون بیاد، اینجا حرف از چشم سوم و آگاهی میزنه. آگاهی دارم میبینم که مثل این مونه که چشم سوم شما داره به شما میگه که اتفاقات خوبی برای شما در راه هستن. خب زندگی احساستون داره تکون میخوره، حالا به چه صورت؟ باز هم اون جوری خواهد بود که من دلم میخواد. و اما در ارتباط با زندگی کاری شما دوستان، در ارتباط با زندگی کاریتون عدالت اینجا توی مادی افتاده بود، اینجا تو کاری افتاد و برقراری تعادل و انصاف در حق شما توی زندگی کاریتون و اینکه یک شروعی دارم براتون میبینم که در اون به شما شور و اشتیاق میشه مسائل میده. ببین دوستان عزیز من احساس میکنم که یک سریاتون بعد از گذشته شاید زمانی که حال خودتون رو کنار گرفته بودین، شرایط به کامتون نبوده، زندگی کاریتون، روزمرتون، اداری، سازمانی، هر چی که هست دارم میبینم اتفاق داره میفته، یا حکمی صادر میشه، تصمیمی گرفته میشه، مسئله میشه که حال شما رو خوب میکنه. اینجا من یک شروع دارم میبینم پر از شور و شوق و عشق. و در ارتباط با مسائل مادی
حرف از حس ششم شما میزنه و اینجا حرف از زمان هستش. ببین میگه خیلی وقت هستش که شما عزیزان دل خودتون جواب خیلی از سوالاتون رو دارین و یا خیلی وقت هستش که مطالعه دارین میکنین روی یک سری از مسائل در دامنه مادیتون. و اینجا دارم میبینم که همچون کارت های پشت بهتون گفتم دارم میبینم که نتیجه اینا همهشون مثبت خواهد بود. خب من اینجا مثل که خیلی کارت ها رو پایین کشیده بودم. خب امشب از اون شب هاست که دوستان عزیز من خیلی برای شما حرف زدم. ببینیم که چه خبر هست در ارتباط با یین مقدس. دوستان چه خبر در ارتباط با یین مقدس؟ میگه که من خودخواه هستم و فقط به خودم در این شرایط فکر میکنم و اینکه من زخمی هستم و میخوام انتقام بگیرم. میگه من جنگجو هستم. چه خبر شد؟ شمشیر کشیدین از رو. من میخوام، من مبارز هستم و میجنگم و من هیچ چیز رو رها نمیکنم. خب بهتون برخورده به یک سریاتون در ارتباط با مسئله و الان قصد ای که بخواین دست بکشین از اون مسئله نداره. این یک طرف ماجرا هستش. طرف دیگه ماجرا عزیزان دل این هستش که یک سری از شما حالا نه تنها به غرورتون برخورده اینکه بماند، یک سری از شما عزیزان دل اهدافی رو دارین که حاضرین همه کاری براش بکنین تا بهش برسین. حق دارین. میگه که یانگ حضرت لولو علیه السلام میگه که من به علائم کائنات اعتقادی ندارم و من فکر میکنم همه رو آفریدم. خب من 3 کارت براش افتاد اینجا، خدا بده برکت. یکی دیگه میگه که چی هستش؟ میگه که من به خودم به لطف تو ایمان دارم و من به خودم افتخار میکنم. یک ماچو بوسم جلو آینه واسه خودش بفرسته، کارت پستالم اگر فرستاد بد نیستش. از جانب دیگه میگه که من میخوام، نمیخوام به تو و به این رابطه فکر کنم و میخوام از تو فرار کنم و تو رو فراموش کنم. خب به درک. و اینجا میگه که من وقتی که به تو فکر میکنم عقاید جدیدی دارم، الهام میشه و من ایده های جدیدی دارم. ببین دوستان عزیز توجه کنه، آدمی هستش که به شما خیلی فکر میکنه و اینکه شما در وجودش حضور فعال دارین و چون اینجوری هستش میخواد از شما فرار کنه. در واقع پشت سرش که نگاه میکنه شما نیستین و این داره از خودش فرار میکنه در واقع. خب ببینیم که در ارتباط با شخص مورد نظر شما دوستان چه خبر است؟ در مورد شخص مورد نظرتون، خب کارت بکشم براتون. خب میگه که من عاشق تو هستم، احساسات من برای تو عمیق هستن و رو راستم و نمیدونم صادق هستش و اینکه من عاشق تو هستم و اینکه نباید به اون شک کنیم، ولی اینکه مشکل دارم از اینکه بخوام حس درونیم رو بیان کنم و حتی رفتارم هم نشون نمیدم. این دیگه واقعا دوستان عزیز باید با یک فالگیر چیز ببنده، قرارداد ببنده که همه بیان بخونن تو کف دستش رو بخونن و بگن به طرف احساسش بگن چه حس حالی داره. نه تو رفتارش میخواد نشون بده، نه توی صحبتاش میخواد نشون بده. پس چه جوری میخواد نشون بده نمیدونم، صداقتش رو نشون بده من نمیدونم. خب و اما نوبتی هم که باشه نوبت پیام فرشتگان هست. ببینیم فرشتگان پیامشون برای شما چیه. آرکانژ رافائل، نور زمردی من تو رو در نور زمردی میپیچونم. من فرشته یعنی قرار میدم در واقع، من فرشته رافائل به تو شفا و آرامش رو هدیه میدم. رعد و برق خواهند رفت، طوفان خواهد رفت و اینکه به این زودی خورشید خواهد درخشید برای همیشه، اعتماد داشته باش. بسیار عالی. و ما ببینیم عزیزان از دست رفتمون پیامشون چه چیزی هست برای شما. پیام عزیزان از دست رفته براتون چی هست؟ بخشش هیچ چیز رو پاک نمیکنه، فقط صلح و آرامش رو میاره و این کاری هستش که اجازه میدی که یک سری از زخمای درونی تو از بین برن و کمتر درد بکشی. این کادویی هستش که تو میتونی خودت به خودت بدی و هر کسی میتونه به خودش بده. لحظه اون رسیده که خودت رو ببخشی و همچنین شخصی رو باید ببخشی.
عزیزان دل، روح تمام عزیزان از دست رفتمون در شادی آرامش باشه. دوستان عزیز، این فال شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه، خدا نگهدار.